می‌خواهیم درها را به روی مردم لبنان باز کنیم تا آنها در ساختن این کشور شریک باشند. به همین دلیل امروز استعفای این دولت را اعلام می‌کنم. خدا لبنان را حفظ کند. الله يحمي لبنان. سرنوشت نامعلوم لبنان در پی اوجگیری بحران، دولت حسن دیاب استعفا کرد. بعضی معترضان جشن گرفتن، بعضی دیگر میگن کافی نیست. در 60 دقیقه امشب از یک روزنامه نگار میپرسیم چه شد که کار لبنان به اینجا رسید، و از یک استاد لبنانی مطالعات خاورمیانه میپرسیم مشکلات امروز این کشور چقدر به ساختار سیاسیش برمیگردد. همچنین در برنامه امشب بحران انتخاباتی بی سابقه در بلاروس، لوکاشنکو برای ششمین بار اعلام پیروزی کرد، مخالفان میگویند تقلب شده. ابهام درباره جبران خسارت سرنگونی هواپیمای اوکراین، بیمه مرکزی ایران مسئولیت پرداخت غرامت را به گردن شرکت‌های اروپایی انداخت. و همصدایی در قرنطینه از ایران تا ایتالیا، اجرای عشاق‌نامه عبید زاکانی در دوران کرونا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. بیروت با سیاستمدارانی سرخورده و مردمی دلسوخته، موج انفجاری که قلب اقتصاد لبنان را به تلی از خاکستر تبدیل کرد، دولت را به زیر کشید. دولتی سرشکسته و گرفتار در چنبره خشم معترضان. حسن دیاب نخست وزیر که حالا کنار رفته، 6 ماه پیش مأمور تشکیل دولت شد در فضایی از هرج و مرج سیاسی. او اشاره کرد که فساد دولتی و ناکارآمدی سیاسی کار لبنان را به اینجا کشاند. ولی آنهایی که ماهاست در خیابانهای بیروت فریاد خشم سر دادند، میگویند انفجار 6 روز پیش جای امیدی به اهل سیاست لبنان باقی نگذاشته. واقعا اینطور است. پیامدهای ورشکستگی نظام سیاسی در کشوری بحران زده مثل لبنان برای منطقه چیست؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. خیابان‌های مرکزی بیروت ساعتی پیش جنگ و گریز نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان که خواهان کنار رفتن رهبران سیاسی کشور هستند. بعد از فاجعه انفجار روز سه‌شنبه که خیلی‌ها اینجا حکومت را مقصر آن می‌دانند، حکومتی از سیاستمداران فاسد و بی‌کفایت و وابسته. ایها اللبنانیات، ایها اللبنانیین، کمتر از 1 کیلومتر آن طرفتر این نخست وزیر کشور حسن دیاب در سخنانی زنده در تلویزیون لبنان و اعلام استعفای کل دولت. والتي حصلت نتیجه فساد مزمن في السياسه. آقای دیاب که دولتش ماه ژانویه تقریبا 6 ماه پیش با حمایت حزب الله به قدرت رسید، اینجا قبول کرد که ناکارآمدی و بی‌توجهی و فساد به قول او مزمن دولتی باعث فاجعه انفجار روز سه‌شنبه شد. او گفت استعفای دولتش را اینجا اعلام می کند. او برای لبنان دعا کرد. استقالت هذه الحكومه. الله يحمي لبنان. الله يحمي لبنان. الله يحمي لبنان. عشت و عاش لبنان. چند ساعت پیشتر این وزیران کابینه لبنان پیش از آغاز جلسهشان برای بررسی وضعشان، بخش مهمی از مردم لبنان به دنبال انفجار روز سه‌شنبه و بالا گرفتن نارضایتی‌ها از دولتی که آن را بی‌کفایت و فاسد می‌دانند، خواهان رفتن دولت هستند. تصمیم به استعفا در این جلسه گرفته شد که در آن اکثر وزیران کابینه خواهان استعفای دولت شدند. خود آقای دیاب روز شنبه گفته بود که می‌خواهد راه را برای انتخابات زودرس هموار کند. اما در خیابان‌های بیرون نخست وزیری کسی به سخنان امروز آقای دیاب و استعفای دولتش توجهی نکرد. اینجا استعفای دولت تنها یکی از خواسته‌های مردم است که خیلی از آنها خواهان رفتن همه مقام‌های کشور و حکومت و سیاستمداران وابسته است. یک انقلاب.
کسرانجی بی بی سی. همکارم نفیسه کوهنورد از قلب ناآرام بیروت با ماست، از محل رویاروی معترضان و نیروهای امنیتی. نفیسه چه خبر؟ جمال ببخشید که ماسکم رو نگه می‌دارم، با اینکه کمی فاصله گرفتیم از میدانی که درگیری‌ها همچنان ادامه داره و اومدیم به سمت خیابانی که سرش رو ارتش بسته، اما همچنان انقدر که گاز اشک‌آور زده بودن خیلی اذیت می‌کنه. بلافاصله بعد از اعلام استعفای دولت، درگیری و تنش بین معترض‌ها و نیروهای ضد شورش خیلی بالا گرفت در مقابل پارلمان و میزان زیادی گاز اشک‌آور و بعضا حتی مستقیم به سوی اونها گلوله گاز اشک‌آور شلیک می‌کردن. اول ما دیدیم که با لیزر علامت می‌زنن و به نوعی مشخص می‌کنن که کدوم گروه‌ها رو هدف قرار میدن یا به سمت کدوم گروه‌ها گلوله گاز اشک‌آور شلیک می‌کنن. در راه که می‌اومدم با کسانی حرف زدم، خیلی جالب بود، به یکی گفتم که به نظرت این استعفا چه معنی میده؟ شروع کرد به قهقه زدن و گفت که هیچ مفهومی نداره، برای اینکه همون افراد دوباره میان سر کار. اما از کس دیگه‌ای، از یک دختر دیگه‌ای پرسیدم که اون هم مثل من ماسک رو صورتش بود، البته خیلی مجهزتر از من، چون ها تا دل تظاهرات میرن و خودشون هم در مقابل نیروهای امنیتی وای میستن اونطور که ما دیدیم. گفت که از نظر اونها این یک نوع پیروزیه، هر باری که بتونن مقامات رو مجبور به چنین استعفایی بکنن براشون پیروزیه. و همین که آقای دیاب گفته خداوند لبنان رو حفظ بکنه، مفهوم این داره که حداقل حسان دیاب خودش دیگه دنبال این نیست که دوباره بر سر کار بیاد، مردی که فقط 6 ماه بیشتر از بر این مسند نشستنش نمیگذشت. شهر ویران شده، بخش بزرگی از اون دست کم، دولت سقوط کرده، وضعیت به چه شکل الان؟ آیا چیزی غیر از هرج و مرج واقعا دیده میشه؟ ابهامی که لبنان سالهاست داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه، ولی این ابهام دیگه الان خیلی عمیق‌تر شده. حتی تحقیقاتی که قرار بود در مورد کسانی که مسئول این انفجار هستن باید از طرف دولت انجام می‌شد، ولی الان معلوم نیست که چه ارگانی قرار این تحقیقات رو انجام بده. هر چقدر که این تحقیقات نتایجش شاید از نظر گروه زیادی از معترض‌ها راضی کننده نباشه، یا برای کسایی که دیگه خونه‌ای برای خوابیدن ندارن اصلا اهمیت نداشته باشه از این قدم به بعد، ولی همین ابهام هم بالاخره خیلی ها رو داره ناراحت میکنه از اینکه دوباره وارد یک خلأ خواهد شد و اینکه چه موقع قرار انتخابات برگزار بشه هنوز معلوم نیست. لبنان سالها بدون رئیس جمهور بوده، ماه‌ها بدون نخست وزیر بوده، چیز تازه‌ای نیست و همینطور میچرخه این کشور. اما میتونم بگم که واقعا این انفجار دیگه آخرین قطره‌ای بود که صبر همه رو اینجا به نظر لبریز کرده، حداقل میگم صبر حداکثر بیشتر مردم رو اینجا. شاید نه چندان خیلی دورتر از محلی که ایستادی تصاویر زنده رو از اونجا داریم. لحظاتی پیش ما می‌دیدیم که در نزدیکی جمعی از معترضان آتش هم روشن شده بود. بالاخره چی گفته میشه؟ سیاستمداران غیر از نخست وزیر، کسانی که چهره‌های تکراری بودن و از جهتی هم کم و بیش تاثیرگذار، چی میگن؟ حرفایی که میزنن بیشتر به این میاد که بازی‌ها و رایزنی‌های سیاسی پشت پرده ادامه داره. چهره‌های تکراری که همیشه و همیشه در صحنه لبنان بودن، در نهایت اونها هم که تصمیم میگیرن، برای اینکه رهبران احزاب لبنانی سالهاست همون کسانی هستن که شاید حتی بعضیشون زمان جنگ داخلی لبنان هم حضور داشتن و نقش داشتن در اون جنگ داخلی. برای همین نه گفته های اونها خیلی گوش شنوا داره، نه اینکه به نظر میرسه که فعلا تغییرات ریشه‌ای که این تظاهر کننده هایی که الان شما تصاویرشون رو دارید پخش میکنید براشون در نهایت اون به خواستشون برسونه. اما گفتم
هنوز معلوم نیست که واقعا چه روندی در پیش خواهند گرفت برای انتخابات زود هنگام، چون بحث اصلی این استعفا این بود که راه برای انتخابات زود هنگام باز بشه، اما معلوم نیست که با چه راهبردی این اتفاق قرار بیفته. معترض ها میگن یا مخالف ها میگن که باید حتما تحت نظارت گروه های بین المللی باشه و تمام کسانی که تمام این سال ها بودن هیچ کدومشون از دور و نزدیک کاری نداشته باشن با این انتخابات که بسیار سخت به نظر میرسه. ممنونم از نفیسه کوهنورد همکارم از نزدیکی یکی از کانون های ملتهب بیروت از همین شهر با ما. محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار هم از پاریس با ما. آقای اکبرین، لبنان درگیر جنگ با اسرائیل بوده، درگیر جنگ داخلی بوده، اشغال رو تجربه کرده، بی‌ثباتی رو تجربه کرده، ولی آنچه که این روزها خصوصا بعد از این انفجار دیده میشه، آیا در گذشته سابقه داشته این همه سرخوردگی و ناامیدی و تشتت؟ وقت شما بخیر. این حاصل سالها تعلیقه. این کلمه تعلیق رو مخاطبین ما در ایران خیلی خوب میفهمند. مثلا ما در ایران وقتی میخوایم تعلیق رو توضیح بدیم میگیم کشوری که نه جنگ میکنه، نه مذاکره میکنه، نه خودش کاری میکنه برای تغییر، نه اجازه میده دیگران کاری بکنن برای تغییر. در لبنان هم دقیقاً در سالهای در دهه های گذشته عموماً، ولی اونقدر حاد نبود، در سالهای اخیر خصوصا این اتفاق افتاده. یعنی وضعیت رو موکولش کردن به این که شرایط خارجی چجوریه، ایران چی کار میکنه، اسرائیل چی کار میکنه، عربستان چی کار میکنه. این سزلی که من پیشتر هم گفتم، سزل عامل ویرانی لبنان، یعنی تل‌آویو، ریاض و تهران، این ستا در سالهای گذشته شرایط لبنان رو بردن به سمت تعلیق. و البته چیزی که خود آقای نخست وزیر هم در استعفاش گفت، گفت طبقه فاسد سیاسی حجمش از دولت بزرگتره. این طبقه فاسد طبیعتاً همون کسانی هستند که در این تعلیق لولیدند و این وضعیت رو امروز بر لبنان تحمیل کرد. اشاره جالبی کردید. اگر بخوایم رؤوس این سزل رو بررسی بکنیم، اوضاعی که الان در بیروت میبینیم، در لبنان میبینیم، چقدر به نفع ایرانه؟ اصلا میشه گفت که ممکنه بهره نصیب ایران بشه؟ این کسانی که الان دارن حکومت میکنن، رابطه شون رو با ایران شما اگر در نظر بگیرید، اون وقت پاسخ به این سوال شفافتر میشه. ببینید، آقای نخست وزیر مثلا گفت که در این 7 سال اخیر به ویژه این طبقه فاسد سیاسی همه راه‌های اصلاح و تغییر رو بسته. خب این افراد کیا هستند؟ رئیس جمهور از طرف ایران حمایت میشه. رئیس جمهور لبنان امروز همون کسی است که وقتی جنگ داخلی در سال 1989 داشت تمام میشد، همین آقا نخست وزیر لبنان بود و سرپرست ریاست جمهوری هم بود. خب رئیس مجلس، یعنی رئیس شیعی همپیمان حزب الله و ایران، آقای نبیه بری 83 سالشه، از سال 1983 تا الان تو قدرت، 27 سالش فقط رئیس پارلمانه. خب دولت هم تو این سالهای گذشته، اول آقای تمام سلام بود، بعد آقای سعد حریری اومد، که خب آقای سعد حریری طبیعتا اختلاف ویژه داشته با ایران، نه آقای تمام سلام. میخوام بگم که این مجموعه با حمایت ایران حاصلش اینی شد که امروز آقای نخست وزیر گفت، یعنی ویرانی لبنان. الان لبنان در وضعیتی است که جامعه لبنان تقریبا دچار یک نفرت عمومی نسبت به جمهوری اسلامی، و به گمانم این میتونه بزرگترین ضرر ایران باشه وقتی یک کشوری افکار عمومیش او رو در واقع از دست میده. وضعیت سعودی ها چطوریه؟ اونها هم از بازیگران مؤثر بودن در لبنان. کاری که عربستان سعودی کرد با جامعه لبنان، تمام آلترناتیو های اصلاح و تغییر رو از بین برد. بزرگترین آلترناتیو اصلاح میتونست همین آقای سعد حریری باشه، آقای حریری جوان که میراث و تبار پدرش رو داشت و
از مجموعه ای از متخصصین در واقع پیرامونش رو گرفته بودن، میتونستن کارهایی بکنن. اما وابستگیش به عربستان، نوعی از وابستگی که مثلا حزب الله به ایران داره، با این تفاوت که عربستان او رو تحقیر کرد. اتفاقی که در سال 2017 افتاد و پس از سفر آقای سعد حریری به ریاض اونجا رو بوده شد و چند روزی در حبس قرار گرفت و از اونجا مجبور به استعفا شد، بزرگترین توهینی بود که دولت سعودی به ملت لبنان کرد، به دولت لبنان کرد. به عبارتی لبنان الان بین دو لبه قیچی گیر کرده، یک طرف عربستانه که کارش تحقیر لبنان بوده، بدترین کاری که با لبنان کرده، و یک طرفش ایرانه که کارش تدمیر و ویرانی لبنان بوده از طریق سیاست‌های حزب الله. و تا این وضعیت تغییر نکنه، یعنی پیشنهاد مشخصی که الان بعضیا دارن میدن همینه که توافقنامه طائف تکرار بشه به یک شکل دیگری، دوباره این بار برخی از لبنانی ها با نظارت بین المللی بیان دور هم جمع بشن، یک توافق تازه ای بنویسند که در این توافق ایرادات قبلی نباشه، نقص های کنونی بتونه جبران بشه. امروز هم دیدم که یکی از رسانه های لبنان نوشته بود که یکی از طرحهای داده شده اینه که این هیئت تشکیل بشه و یه برنامه 5 ساله تعریف بکنه برای تغییر کل ساختار لبنان، نه تغییر دولت. و خیلی کوتاه وضعیت اسرائیل یا نفع و ضرر و سود و زیان اسرائیل از آنچه که در لبنان این روزها در جریان هست چگونه است؟ سیاستی که اسرائیل در خصوص لبنان از سال 2000 به بعد پیش گرفته با قبلش متفاوته. یعنی قبلش با اشغال جنوب لبنان وضعیتش با زمانی که از لبنان رو کلن ترک کرد متفاوته. چون امروز این که میگن اسرائیل در بخشی از خاک لبنانه، این به لحاظ حقوقی حرف درستی نیست. مزارع شبعه ثابت نشده که بخشی از خاک لبنانه و اسرائیل هم خودش میخواسته به سازمان ملل تحویل بده. به همین دلیل امروز اسرائیل در لبنان نیست و میتونست روابط متفاوتی از امروز داشته باشه. اما وضعیتی که الان هست، جریان تندروی حاکم بر اسرائیل و به طور مشخص آقای نتانیاهو رو ترغیب میکنه تا با دامن زدن به تباهی و ویرانی لبنان و بزرگ جلوه دادن خطری که همیشه به ایران نسبت میده، شرایط خودش رو در اسرائیل در واقع محکمتر بکنه. و تا زمانی که این وضعیت هست، جریان تندرو در اسرائیل بخت بیشتری برای حکومت داره و جلوی جریانهای معتدل و عدالتخواه رو در اسرائیل میگیره. ممنونم از محمد جواد اکبره، این روزنامه نگار در پاریس با ما. انفجار مهیب هفته گذشته در بیروت لبنان رو با بحرانی عمیق روبرو کرده، اما این بحران همونطور که آقای اکبرین هم شرح دادن یک شبه شکل نگرفته و ریشه‌های بیشماری داره. قدرت گرفتن روزافزون گروه حزب الله، فساد گسترده مقام‌ها یا دخالت کشورهای خارجی مثل ایران و عربستان به عنوان بخشی از دلایل اون مطرح میشه. اما همزمان بسیاری از معترضان انگشت اتهام رو به طرف ساختار سیاسی و نظام منحصر به فرد تقسیم قدرت در این کشور نشانه گرفتن، نظامی که در اون دین و مذهب سیاستمداران بر توان و تجربه اونها اولویت پیدا میکنه. چرا لبنان با چنین نظامی اداره میشه؟ کیوان حسینی گزارش میده. یک کشور کوچک با آب و هوای دلپذیر و موقعیتی استراتژیک در حاشیه دریای مدیترانه، با ارزش جغرافیایی قابل توجه برای منافع تجاری یا اهداف ژئوپلیتیک. لبنان بعد از سالها اشغال توسط ارتش فرانسه به عنوان کشوری مستقل و با آرزوهای بزرگ وارد دنیای بعد از جنگ جهانی دوم شد، اما میراث سالها استعمار در نظام جدید تبولی ماندگار داشت. در کشوری که مرزهایش بر ساخته دست استعمارگران فرانسوی بود، رقابت بر سر قدرت میان دو گروه مسیحیان و مسلمانان از دهه‌ها پیش از استقلال لبنان آغاز شد. مسلمانان با اتکا بر هویت عربی خواستار پیوستن به باقی سرزمین‌های مسلمان نشین شام یا سوریه بزرگ بودند و در مقابل مسیحیان قدرت خود را در گرو اتحادشان با فرانسوی‌ها می‌دیدند. به بیان دیگر، لبنانی ها حتی قبل از لبنانی شدن دلایل مشروعی برای چشم داشتن به بیرون مرزهایشان داشتند.
نتیجه این کشمکش توافقی بود در میانه جنگ جهانی دوم به نام میثاق وطنی یا ملی، راه حلی برای رقابت مسلمانان و مسیحیان که بر اساس سرشماری جمعیت لبنان در سال 1932 قدرت سیاسی را بر اساس جمعیت پیروان هر دین تقسیم می کرد. به همین دلیل مسیحیان در پارلمان همواره نمایندگان بیشتری داشتند، چرا که جمعیتشان بیشتر بود. در مقابل مسیحیان پذیرفتند که برای اتحاد با اروپاییان و سلطه آنها تلاش نکنند. مسلمانان نیز پذیرفتند که از ادعاهای عربگرایی و پیوستن به باقی سرزمین‌های عربی به ویژه سوریه دست بردارند. از اینجا رئیس جمهور همیشه از مسیحیان مارونی، نخست وزیر از مسلمانان سنی، رئیس مجلس از مسلمانان شیعه، معاون رئیس مجلس از مسیحیان ارتدوکس و رئیس ستاد مشترک ارتش از مسلمانان دروزی انتخاب شد. به بیان دیگر، نظام سیاسی لبنان از همان ابتدا بر روی ستونهای شیشه‌ای از نوعی دموکراسی فرقه‌ای بنا نهاده شد. آن هم در کشوری با 18 دین و مذهب رسمی و خط‌کشی‌های روشن دینی و قبیله‌ای. این پایه‌های شیشه‌ای حدود 25 سال دوام آورد و در جنگ داخلی که در سال 1975 آغاز شد به کلی فرو ریخت. از ورود فلسطینیان که توازن جمعیت را به نفع مسلمانان تغییر داد تا تهدیدهای اسرائیل، حمایت‌های غرب از مسیحیان مارونی که ریاست جمهوری دستشان بود و حمایت شرق کمونیست از عرب‌ها که ملی‌گرایانشان در عراق، سوریه و مصر به مسکو تمایل داشتند، همه دست به دست هم دادند و لبنان را وارد یکی از تاریک ترین دوران حیاتش کردند. از آغاز افکار عمومی، نیروهای سیاسی و حتی ارتش لبنان چند پاره شد. گروه‌های دینی و مذهبی مختلف دسته‌های شبه نظامی خود را تشکیل دادند و هر کدام سعی کردند تا در بین قدرت‌های خارجی یک حامی مطمئن پیدا کنند. 15 سال جنگ، بیش از 100,000 کشته، بیش از 1,000,000 آواره و میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشت. ورود اسرائیل به لبنان در حمایت از بعضی گروه‌های مسیحی و کمی بعدتر ظهور جمهوری اسلامی در ایران و حمایتش از شیعیان لبنانی عملاً کار لبنان را پیچیده‌تر کرد. یکی از نتایج این وضعیت تشکیل گروهی بود به نام حزب الله لبنان به ابتکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که علاوه بر پشتیبانی ایدئولوژیک ایران از منابع مالی یک کشور نفتی هم بهره می برد. پایان جنگ داخلی با توافق تازه‌ای رقم خورد که به پیمان طائف معروف است و عملاً به تثبیت بیش از همیشه شکاف‌های فرقه‌ای انجامید. بر اساس این پیمان قدرت مسیحیان کمتر و قدرت مسلمانان بیشتر شد. لبنان وارد دورانی شد که شیعیان مسلحش هر روز بیشتر از گذشته نام این کشور را به صدر خبرهای جهان می کشندند. تقسیم بندی قدرت در لبنان همچنان بر اساس دین و مذهب سیاستمداران است، سیاستمدارانی که با حمایت همکیش‌های خود به قدرت می رسند. در این قسمت از لبنان شیعیان اکثریت جمعیتی هستند. این قسمت بیشتر مسیحیان مارونی هستند. اینجا هم بیشتر سکونتگاه مسلمانان سنی است. در این قسمت‌های آبی فیروزه‌ای رنگ اکثریت با مسلمانان دروزی است و قسمت‌های سبز رنگ کوچک در شمال سکونتگاه مسلمانان علوی. مسیحیان کاتولیک رومی در بخش‌های زرد رنگ زندگی می‌کنند. پیروان مذهب ارتدوکس یونانی در قسمت‌های نارنجی و مسیحیان ارمنی در قسمت‌های قرمز. این ترکیب جمعیتی رنگارنگ متنوع که به شکل تخمینی در این نقشه می‌بینید در ساختار سیاسی لبنان امروز بازتاب دارد، بدون اینکه از سال 1932 تا امروز سرشماری رسمی برای روشن شدن جمعیت دقیق هر کدام از این گروه‌ها انجام شده باشد. این معترضان که نزدیک به یک سال است به تظاهرات خیابانی روی آوردند، در واقع از ناکارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر دین و مذهب افراد کلافه شدند. آنها میگویند که به دنبال نظامی جدید بر اساس هویت ملی لبنانی هستند، نه هویت دینی افراد. خواسته‌ای که حدود 9 ماه پیش با حمایت میشل اون رئیس جمهوری این کشور هم روبرو شد، اما او هنوز نتوانسته این خواسته را برآورده کند. کیوان حسینی، بی بی سی. فواز جرجس، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه لندن LSE با ما هستن. آقای جرجس، شرح داده شد که تقسیم قدرت در لبنان به چه شکل هست. آنچه که این روزها میبینیم به معنای ناکامی این ساختار قدرتی است که بعد از پیمان طائف شکل گرفت.
نه، من سقوط سیستم سیاسی رو نمی بینم. من فقط یک استعفای یک کابینه رو می بینم. این اختلاف بزرگی هست بین سقوط سیستم سیاسی و استعفا. اون این سیستم سیاسی در طول 70 سال گذشته اونجا بوده. سیستم بسیار عالی هست که هدفش این هست که از تمام منافع بخش‌های مختلف محافظت بکنه، و اگه از کنار بره خیلی اتفاقات بدی میفته. من به هیچ عنوان نمیتونم پیش بینی بکنم که این سیستم سقوط بکنه، حتی اگر کشور از بین بره، حتی اگر این کشور به لحاظ اقتصادی از بین بره، این سیستم بسیار محکمی هست علارغم همه اتفاقاتی که افتاده. ولی خب وضعیت لبنان رو هم خودتون اشاره کردید که وضعیت مناسبی نیست، خصوصا بعد از انفجار ما خشم عمومی رو در خیابان‌ها بیشتر از گذشته می‌بینیم و بعد هم سقوط دولت. بله، دقیقاً همینطوره. خیلی خشم مردم بالاست، عصبانی‌اند. مردم لبنان دیگه طاقت ندارن. میلیون‌ها نفر از مردم لبنان یه سیستم جدید میخوان، سیستمی که بر اساس مردم هست و نه بر اساس قبایل داخل این کشور. شعاری که مردم در طول این یک سال گذشته میدن اینه که این سیستم باید برای همه ما بشه. ولی سوال اینه که چطور این کارو میخواین انجام بدین؟ شما چطور از دست یک سیستم سیاسی که ریشه دونده در این کشور میخواین رها بشید؟ پدران و فرزندان 70 ساله که اینها در اینجا قدرت دارن و فقط قدرت رو با هم دیگه دست به دست میکنن. چطور میتونید بدون کمک از خارج این کار رو انجام بدید؟ تنها راهی که میتونید انجام بدید یا یک انقلاب یا یک اعتراض جمعی مشترک همه مردم که متوقف هم نشه، که نتیجهش این شده که اقتصاد لبنان از بین رفته، پول ملی از بین رفته، مردم در حال گرسنگی هستن، و بعد حالا این انفجار میاد و این انفجار عملا همه چیز رو به هم می‌ریزه. ولی هیچ شکی نداشته باشید خیلی خیلی طول می‌کشه که مردم بتونن از سیستم سیاسی رو کنار بزنن که منافع تمام گروه‌های سیاسی در لبنان رو تا الان تأمین کرده. آنچه که در بیروت دیده میشه چه اندازه مشابهت داره با آنچه که در تمام لبنان در حال رخ دادنه؟ بیروت در واقع قلب لبنانه، به خصوص این میدان شهدا سمبول و نماد و قلبیه که داره میزنه در کشور. اینا آدمایی هستن که از جنوب، از شمال، از دره بقا دارن میان همه به سمت بیروت. بنابراین مرکز تمام تظاهرات هست و تظاهرات مرکزش هم میدونیم که بیروته. ولی کل لبنان هم تفاوتی نداره. میدان تحریری که در قاهره و در تونس و در سوریه بود، اینجا هم داره این اتفاق میفته. مردم از همه جای لبنان دارن سفر میکنن و میان خودشونو میرسونن به میدان شهدا، و هدفشون اینه که علیه الیت سیاسی حاکم در لبنان تظاهرات بکنن. در چنین شرایطی چه کاری انتظار میره؟ فکر میکنید که آیا یک شخصیتی بیرون بیاد و بخواد که به فضای امروز نظم بده؟ امیدوارم که این اتفاق بیفته، ولی اون چیزی که احتیاج هست یک معجزه سیاسی هست. لبنان امروز به یک معجزه سیاسی اتفاق داره، و همونطور که میدونید معجزه های سیاسی کم اتفاق میفتند. بیایید خودمونو گول نزنیم. هیچ تنها راهی که پیش روی لبنان هست یک
تظاهرات و تلاش اجتماعی طولانی هست که باید جلو بره. تمام مردان و زنان لبنان باید این فشار رو بر الیت سیاسی در لبنان نگه دارند و فشار بر اونها بیارن. و صحبتی که دارم میکنم در مورد دارم صحبت از 5 تا 10 سال میکنم، نه 1 سال. ولی در این حال لبنان داره سقوط میکنه. کشور نه فقط به لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ سازمانی هم به بن‌بست رسیده. به همین دلیل دولت واقعا الان اهمیت نمیده که این ساختمان خراب شه و به سر همه مردم بریزه تا زمانی که خودشون سهم خودشون رو داشته باشن. بنابراین تو همین چند ماه آینده و همین چند سال آینده لحظات بسیار خطرناکی است برای لبنان و برای مردم لبنان به خصوص. منظورتون از لحظات بسیار خطرناک احتمال وقوع جنگ داخلی هم هست؟ You know, I don't like the term civil war. دوست ندارم راجع به از این لفظ جنگ داخلی خوشم نمیاد، برای اینکه ما یکی از بدترین انواع جنگ داخلی رو بین 1975 تا دهه 90 داشتیم. این جنگ داخلی کشور رو از بین برد. ولی اگه از من بپرسین که امروز لبنان داره به کدوم سمت میره، از به شما میگم که لبنان داره به سمت آشوب میره. لبنان داره به سمت یک خلاء سیاسی میره. الیت جامعه که دارن کشور رو میگردونن، اونها با هم اختلافات بزرگ دارن. اگر این دو قطبی شدن و این وضعیت اقتصادی ادامه پیدا بکنه و دخالت‌های خارجی ادامه پیدا کنه، بله، من میتونم سناریویی رو پیش روی خودم بمونم ببینم که نوعی درگیری داخلی شکل میگیره. من امیدوارم کسانی که در کشور نقش دارن به لحاظ اخلاقی و به لحاظ کمک بکنن به کشور که گذر بکنه به یک سیستم جدید، به سیستمی که فساد کمتری در اون هست و بر اساس مردم شکل گرفته و نه بر اساس قومیت‌گرایی. خیلی وقتها مناقشات لبنان خارج از مرزها در بعضی از نشست‌ها حل و فصل شده. اگه کوتاه بگید، ممکنه که این بار هم چنین اتفاقی بیفته؟ از نظر من این اتفاقی که افتاده چیزی است که خود دولت ایجاد کرده. الیت جامعه و دولتی که بر سر کار هست مسئول این آشوبی است که ایجاد شده. ولی در همین حال تمام رقبایی که در حکومت ها وجود دارن، اینا کسانی هستن که از عربستان سعودی، از ایران و بخشای دیگه کشورهای دیگه کمک گرفتن. بنابراین بله، لبنان تبدیل به یک میدان جنگ شده برای سعودی ها و برای ایرانی ها و قیمتش رو، هزینش رو مردم لبنان دادن، هزینه بسیار سنگینی برای این رقابت بین این دو کشور. بسیار ممنونم از فواز جرجس، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه LSE، مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن با ما. خبری که همین الان به دست من رسید حاکی از اینه که در ایران زمان برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها به تعویق افتاده. منصور غلامی وزیر علوم گفته که دلیل این تصمیم ضرورت افزایش فاصله گذاری اجتماعی و بسته‌بندی جدید دفترچه‌های کنکور بر اساس حوزه‌های جدیده. قبلا قرار بود این آزمون تا حدود 10 روز دیگه برگزار بشه. آقای غلامی گفته که ستاد ملی مقابله با کرونا باید زمان برگزاری کنکور رو اعلام بکنه. یک بار دیگه خبر رو اعلام میکنم، خبری که لحظاتی پیش به دست ما رسید حاکی از اینه که زمان برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها به تعویق افتاده. منصور غلامی وزیر علوم ایران گفته که دلیل این تصمیم ضرورت افزایش فاصله گذاری اجتماعی و همینطور بسته‌بندی جدید دفترچه های کنکور بر اساس حوزه های جدیده. قبلا قرار بود که این آزمون تا حدود 10 روز دیگه برگزار بشه.
البته آقای غلامی گفته که ستاد ملی مقابله با کرونا باید زمان برگزاری کنکور رو اعلام کنه. و اما در بلاروس نامزد اصلی مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری اعلام پیروزی کرده و از رئیس فعلی دولت خواسته به صورت مسالمت آمیز قدرت را واگذار کند. این در حالی است که کمیسیون انتخابات پیروزی قطعی الکساندر لوکاشنکو را تایید کرده. دیشب در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات هزاران نفر از پایتخت و دیگر شهرها به خیابان‌ها رفتند. در درگیری‌هایی که بین پلیس و معترضان در گرفت، ده‌ها نفر زخمی و بیش از 3000 نفر دستگیر شدند. معترضان می‌گویند در انتخابات تقلب شده و آقای لوکاشنکو باید استعفا کند. باران عباسی گزارش می‌دهد. شبی طولانی و پرحادثه در پی روز انتخاباتی بحث برانگیز. صحنه هایی که بلاروس تا به حال به خود ندیده. قدرت نمایی پلیس در مقابل معترضان. گاز اشک‌آور. بمب صوتی. ماشین آبپاش. باتوم و گلوله های پلاستیکی. پاسخ نیروهای امنیتی به فریادهای برو گم شو، خطاب به الکساندر لوکاشنکو، تنها کسی که بسیاری از این معترضان در طول عمر خود به عنوان رهبر کشورشان شناختند، کسانی که میگویند در انتخابات تقلب شده. ده ها نفر زخمی شدند و به گفته فعالان حقوق بشر یک نفر جان خود را از دست داد. صحنه هایی که تأثیری در موضع مقام ها نداشت. امروز تایید پیروزی قطعی الکساندر لوکاشنکو به گفته کمیسیون انتخابات با بیش از 80% آرا. لوکاشنکو الکساندر دیگوریچ за него проголосовало. ششمین دوره ریاست جمهوری برای کسی که بیش از یک ربع قرن رهبری بلاروس را در دست داشته. و کمتر از 10% آرا برای رقیب اصلیش اسویاتلانا سیخانوفسکایا. آماری که او میگوید قبول ندارد و خود را برنده انتخابات میداند. مسئولان باید فکر کنند چطوری میخوان به شکل مسالمت آمیز قدرت رو به ما تحویل بدن. تا حالا پاسخشون به اعتراض مسالمت آمیز شهروندان بلاروس اعمال خشونت بوده. زنی که تا همین چند هفته پیش خانه‌دار بود و بی تجربه در عالم سیاست. اما وقتی همسرش از شرکت در انتخابات منع و بعداً دستگیر شد، پا جای پای او گذاشت. و بسیاری را به امید ایجاد تغییر به پای صندوق‌های رأی آورد. با این حال، الکساندر لوکاشنکو هنگام رأی دادن در انتخاباتی که هیچ ناظری نداشت، از پیروزیش مطمئن به نظر می رسید. او از عملکرد پلیس حمایت کرده و معترضان را آشوبگرانی تحت تاثیر خارج نامیده. حدود 25 نیروی پلیس زخمی شدند، دست و پاهاشون شکسته. فقط وقتی جواب دادن که خودشون هدف خشونت قرار گرفتن. حالا دیگه چرا ناله و زاری میکنید؟ ما پاسخ متناسبی میدیم. نمیذاریم کشور چند پاره بشه. آنچه در بلاروس میگذرد حالا زیر ذره بین قدرت‌های جهان. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ، همتای چینیش، از الکساندر لوکاشنکو حمایت کردند. در اروپا اما صحبت از نشستی اضطراری است. انتقاد از برخورد خشن با معترضان و بی‌اعتمادی نسبت به سلامت انتخابات. اتحادیه اروپا پیشتر تحریم‌های بلاروس را لغو کرده بود، چون این کشور قدم‌های درستی برداشت، مثل آزاد کردن زندانیان سیاسی. اما با توجه به اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاده، ما حتما در اتحادیه اروپا درباره اینکه شرایط قبل همچنان برقراره یا نه گفتگو خواهیم کرد. ما در کنار فرانسه و لهستان خواستار انتخاباتی شفاف و آزاد هستیم، چیزی که هیچ نشونه ای از اون نبوده، چه در روز انتخابات چه قبل از اون. سخنانی که معلوم نیست در میان حاکمان بلاروس گوش شنوایی داشته باشد. پاسخ آقای لوکاشنکو تا اینجا سرکوب صداهای مخالف بوده. از جمله اینجا تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. آنچه به نظر می‌رسد زیر گرفتن یک معترض با خودروی پلیس باشد و بازداشت دست کم 3000 نفر دیگر.
معترضان اما وعده مقاومت می‌دهند. در مقابل سدی که شکستنش با دستان خالی بسیار دشوار به نظر می رسد. باران عباسی، بی بی سی. رئیس کل بیمه مرکزی ایران میگوید غرامت هواپیمای خطوط هوایی اوکراین که 7 ماه پیش توسط سپاه پاسداران در آسمان تهران ساقط شد باید توسط شرکت‌های بیمه اروپایی پرداخت شود. به گفته غلامرضا سلیمانی چون این هواپیما تحت پوشش شرکت‌های ایرانی نبوده، شرکت‌هایی که آن را در اوکراین بیمه کرده اند باید خسارت را بپردازند. این در حالی است که ایران با اوکراین درباره میزان غرامت هواپیما مذاکراتی داشته. آقای سلیمانی درباره پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین چیزی نگفت. وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته از آمادگی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان خبر داده بود. بیژن وسیق کارشناس صنعت هوایی و همینطور استاد دانشگاه هوانوردی امبر‌ریدل از دیتونا در ایالت فلوریدا، از دیتون بیچ در ایالت فلوریدا با ما هستند. آقای وسیق، بیمه در چنین شرایطی میتونه چنین ادعایی بکنه یا در حقیقت توپ رو بندازن در زمین بیمه کننده های اروپایی؟ حضورت من بگم وقتی یه حادثه مرگبار در یک هواپیما اتفاق میفته، مدت بسیار بسیار طولانی احتیاج هستش که رسیدگی بشه ببینه که مسئولیت اون صدمه هوایی آیا گردن شرکت هواپیمایی تو این کیس یوکرینین ایرلاین بوده یا سازنده هواپیما بوئینگ بوده یا خطای انسانی، که مشخص بشه کی مسئولیت پرداخت غرامت داره. در مورد یوکرینین ایرلاین، چون به علتی که مدارک بسیار گسترده‌ای وجود داشت که این هواپیما بعد از بلند شدن از تهران مورد اصابت موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت، مدت بسیار زیادی رو از اینوستیگیشن و تحقیق کم می‌کنه. معلوم بود که این موشک به وسیله یا این هواپیما به وسیله موشک‌های ایرانی ساخته شده. در نتیجه مسئولیت هم از گردن بوئینگ خارج میشه، هم یوکرینین ایرلاین خارج میشه و به عقیده من شرکت بیمه ایران هم هیچ نوع مسئولیتی نداره، چون مسئولیت شرکت بیمه ایران که این هواپیما رو بیمه نکرده. مسئولیت غرامت و مسئولیت های حقوق دیگه پای دولت ایران هستش، نه پای شرکت بیمه ایران، و بدون شک دولت ایران مسئولیت اینه داره که غرامتی که این حادثه برای بازماندگان اون هواپیما ایجاد کرده پرداخت بکنه. خب حالا طرح شما، سوالتون اینه آیا شرکت در شرکت های بیمه ایران هیچ نوع مسئولیتی ندارن؟ صحیح. چون به اون اصلا ربطی نداره، نه اینا بیمه که، ولی مسئولیت به طور مستقیم روی شونه های دولت ایران هست. صحیح. حالا طرح این دیدگاه ها که گویا اینجا باید بیمه کنندگان اروپایی مثلا پاسخگو باشند، به معنای شانه خالی کردن یا تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت پرداخت غرامت میتونه تلقی بشه؟ شما کاملا درست میگه شانه خالی کردنه، ولی به علتی که مدارک این که موجوده بدون شک دولت ایران رو مسئول این عمل میکنه، نه شرکت بیمه اروپایی نه شرکت هواپیمایی اروپایی، اینا مسئول پرداخت غرامت نیستن. مسئول غرامت به علتی که این هواپیما بعد از بلند شدن از خاک ایران به وسیله موشک‌های ایرانی ساقط شده، کلن به گردن دولت ایران هستش. وقتی که ما نشونه خالی کردن، بله، وقتی ما در مورد هواپیمای اوکراین با اون تعداد مسافر و قضیه با اون ابعاد صحبت میکنیم، حرف از چه مقدار مبلغ میشه برای غرامت معمولا اگر بخوایم یک تخمینی بزنیم؟ معمولا اگر ببینید یه هواپیما ممکنه بلند شه به علت شرایط جوی، رعد و برق، این هواپیما سقوط بکنه و هیچ کسی اینو نمیتونه جلوگیری بکنه، معمولا در این شرایط حدود 170 هزار دلار برای هر مسافر پرداخت میشه. این نرمیه که در دنیا وجود داره. اگه شما این 170 رو ضرب به 176 بکنید که تعداد کشته شدگان به اضافه قیمت هواپیما کرده، حدود 200 میلیون دلار هزینه. ولی در این مسئله که دولت ایران مقصر بوده،
آیا این به صورت سهوی بوده یا غیره، این برمیگرده به کورت آف لا، میره به لا. و به عقیده من این میتونه حدود چندین میلیارد دلار دولت ایران و مسئول پرداخت غرامت. اون در دادگاه بستگی داره دادگاه چه حکمی صادر میکنه، چطور کشته شدن، کی کشته، حتی بازمانده های اونا به علتی که اینا مثلا میتونه احضار کنن. ما این فیلم سقوط هواپیما رو دیدیم، به ما هم صدمه روی وارد شده، اونها هم میتونن شامل یک نوعی غرامت باشن. در نتیجه من بین مینیمم بین 200 میلیون دلار تا چندین میلیارد دلار این صدمه دولت ایران از این حادثه خواهد بود. اینطور گفته شده که گویا دولت در ایران یا حالا حاکمیت در ایران به دنبال وقت کشیه. این وقت کشی ممکنه که به نفع طرف ایرانی تموم بشه، یا اینکه ممکنه اصلا هزینه ها رو بیشتر بکنه و غرامت رو سنگین تر. متاسفانه اگر ما برگردیم تاریخ این دادگاهی که درباره ایران شروع شده، ببینیم که دادگاه هم تا حدودی به نفع ایران نبودن، خیلی مسائل بوده، حوادثی بوده توی عربستان و غیره، لبنان، اینا رفتن دادگاه و تونستن از ثروت ایران مقدار بسیار زیادی رو به دست بیارن. به عقیده من نه، این وقت کشی ها بیشتر باعث پرداخت خسارت های بیشتر خواهد شد. من اگر میخواستم به دولت ایران پیشنهاد بدم، پیشنهادم این بود که هرچه سریعتر به توافق برسن با بازماندگان و دولت اوکراین و این مسئله رو تمام کنن. هرچی بیشتر ادامه بدم به عقیده من میزان که ایران برای خودش مشکلات دیگه ای رو فراهم میکنه بیشتر خواهد شد. بسیار ممنونم از بیژن وسیق، کارشناس صنعت هوایی و استاد دانشگاه هوانوردی امبری رودل در دیتونا بیچ ایالت فلوریدا. اما شرایط قرنطینه در سراسر دنیا در زندگی و کار موسیقیدانان هم تأثیر عمیقی گذاشته، به خصوص اجراهای پرجمعیت و شروع مثل کورال. یکی از این گروه ها گروه کور آفتابه که از 13 سال پیش در استکهلم سوئد به رهبری افشین خائف بارها به روی صحنه رفته. قطعه ای که امشب میشنویم با همکاری خواننده ها و نوازنده هایی از ایران و ایتالیا ساخته شده. اسم قطعه عشاق‌نامه است با شعری از عبید زاکانی. افشین خائف رهبر ارکستر و آهنگساز از استکهلم سوئد با ما هستن. آقای خائف، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. کارهای هنری متعددی در شرایط کرونا ارائه شده با تعدادی از خواننده ها، ولی گروه کور در شرایط کرونا حتما باید خیلی سخت باشه. سلام جناب موسوی، سلام میکنم به شما همچنین بینندگان ارجمندتون. حداقل میتونم بگم این شیوه از کار برای خود من اولین بار بود، اولین تجربه بود. البته گروه های کور مختلفی هستن که به این سبک و سیاق حالا یا قبلا این کارو کردن و عادت دارن، یا در این پروسه دوران کرونا خیلی پیشکسوت بودن و تونستن زود خودشون رو آداپته کنن با شرایط. اما برای ما کار چندان راحتی نبود و برای من باید بگم که تجربه هم جالب و هم همزمان یکم مشکلی بود، چون هماهنگی ها از نزدیک و از روبرو انجام نمی‌شد و به هر حال مقدار کار سختی بود. بخشی از قطعه رو ما پخش کردیم، خیلی هم زیبا بود. کمی در مورد این کار بگید، باید بیشتر از اینها باشه. در مورد این کار به خصوص اینطور هست که ما حدود 5 سال پیش یک کنسرتی داشتیم دقیقا به همین نام، به همین نام عشاق‌نامه، یعنی در واقع با اینکه توی کنسرت قطعات مختلف اجرا میشد، اما ما اسم این قطعه رو انتخاب کردیم برای نام کنسرت به طور کلی
این قطعه 5 سال پیش اجرا شد. البته خواننده سولو داشت، یکی از دوستان قدیمی بود، سولوش رو خوندن و اصلا یه مقدار متفاوت بود با این چیزی که شما میشنوید. پس از مدتی و در این ایام کرونا ما فکر کردیم که چه کنیم که ما هم به هر حال یک فعالیتی داشته باشیم. یعنی در واقع من با دوستانم در گروه کره آفتاب مشورتی میکردم و در واقع به نتیجه رسیدیم که من این قطعه رو بازنویسی کنم و با همین شیوهی که هر کس در واقع متریال و نوت ها و پارتی رو میگیره و از منزلش این رو ضبط میکنه میفرسته، قطعه رو ضبط کنیم. برخی از دوستان هم از ایران و یک نفر هم از یک دوستی هم از ایتالیا به ما پیوستن و به هر حال تونستیم این قطعه رو به سرانجام برسونیم و جا داره واقعا هم از دوستانم در گروه کره آفتاب و هم از این دوستان تازه آشنام خیلی خیلی تشکر کنم. واقعا زحمت کشیدن و کار سختی رو انجام دادن. این نوع موسیقی چند صدایی با این ریتم و شکلی که شما اجرا کردید، این اصلا چقدر سابقه داره؟ عرض کنم خدمتتون، اگر نخوام وارد یه بحث خیلی تاریخی و عمیق بشیم که در واقع مثلا موسیقی چند صدایی یا المان‌های مثل هتروفونی، هوموفونی یا پارالیز در موسیقی ایران یا نواحی دیگه از دنیا، فقط ایران نبوده، در موسیقی قدیمشون وجود داشته، این نوع موسیقی، حالا این که در واقع میشه گفت یه قطعه چند صدایی، شاید آلترناتیف، حالا که نمیشه اسمش رو گفت، پاپ هم شاید نشه دقیقا اسمش رو گذاشت، ولی از در واقع شیوه و متریالی که استفاده شده تو این قطعه، دو ساخت این نوع قطعات، میشه گفت از اصول موسیقی کلاسیک است. این سنت چند صدایی موسیقی کلاسیک غربی که خودش محصول یک روند پیوسته تا اندازه و منسجم طولانی هست در اروپا به طور مشخص، این سنت جوانی در مملکت ما و به طور مشخص میشه گفت که برمیگرده به چند دهه پیش از انقلاب، از زمان تأسیس تالار وحدت، حالا از کمی از پیش از اون. اگه بخوایم به آواز اشاره کنیم، مثلا شخصیت‌های برجسته مثل آقای ماردویان، گریگوریان، خانوم آقای باخچبان بودن که در واقع به این نوع از آواز چند صدایی که ریشه در اصول و علوم هنری در واقع موسیقی علمی غربی داره پرداختند. و بسیار هم نکته جالبی که بدونیم که بسیار استفاده کردن از موتیف‌های فولکلوریک و در واقع ایرانی و منطقه خودمون، نواحی خودمون. این برمیگرده به همین چند دهه و از اونجا در واقع این شروع شده. حالا شاید اشاره بعدی هم نباشه که بگیم این در واقع خودش بخشی از یک پروژه بزرگتری که اصلا موسیقی چند صدایی، موسیقی ارکسترال، موسیقی کورال، اپرا نحوی دارد میشد و این هم بخشیش بود. برای مثال اگه بخوام اشاره کوچیکی بکنیم، در تالار وحدت اشاره خیلی خیلی جدی و مهمی انجام شد از ادبیات موسیقی کلاسیک، لاتراویاتا، کارمن، شخصیت ها خیلی برجسته مثل کارایان، کلادیو آراو یا دیگرانی آمده اونجا برنامه اجرا کردن و در واقع میشه گفت این میزان از چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم برمیگرده به این دهه های اخیری که ما داریم زندگی کردیم. بسیار بسیار ممنونم از افشین خائف، رهبر ارکستر و آهنگساز در استکهلم سوئد. شعر بسیار زیبایی رو انتخاب کرده بودن از عشاق‌نامه، دل از جان و جوانی برگرفتم، امید از زندگانی برگرفتم. این بیت مشخصا خیلی همخوانی داشت با حال و هوای برنامه ما و تحولاتی که امروز شاهدش هستیم، خصوصا در لبنان. حسن ختام برنامه ما بود. ممنون از شما که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. باید یادآوری بکنم که این برنامه بر روی سایت ما هست، برنامه‌های قبلی ما هم همینطور، و فراموش نکنید که میتونید به کانال یوتیوب ما هم مراجعه بکنید. ممنونم از همراهی شما.